من فکر میکنم که توافق هسته‌ای برای این کمک نکرده به صلح ثبات در منطقه و خیلی هم از این میترسند که شاید توافق اونطور که آقای تیلرسون گفت ایالات متحده با توافق هسته‌ای با کره شمالی که در سال 1994 داشت تجربه داره، ولی الان ما میبینیم که کره شمالی موشک‌های بین قاره‌ای داره که میتونه به خاک آمریکا برسه همراه با کلاهک هسته‌ای. بنابراین توافق هسته‌ای با ایران جلوی ادامه ایران همچنان به هر حال به رغم اون داره برنامه موشکیش رو توسعه میده به برآورد آمریکایان. ممکنه تا سال 2020 ایران قابلیت این داشته باشه که موشک بین قاره‌ای داشته باشه که به خاک آمریکا برسه. بنابراین برآورده ما اینه که اگه برجام به هم بزنه به هر دلیلی، ایران میتونه اولین سلاح هستگیش رو تا یک سال آینده داشته باشه. بنابراین برای ایالات متحده و بقیه دنیا این مهمه که باید همیشه متمرکز باشیم رو اینکه بالقوه یک تهدید هسته‌ای و موشکی است از سوی ایران حتی با وجود برجام.